آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمهوری اسلامی میگوید مصرف شیشه در عرض 2 سال از زیر 4% به 22% رسیده است. به گفته وزیر کشور در حکومت فقیه 1,400,000 کودک ایران با مواد مخدر مستقیما در ارتباط هستند. باز هم به گفته او وزیر کشور در ولایت فقیه 5,500,000 نفر در ایران معتادند. 65% زندانیان نیز وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید با مواد مخدر مستقیما مرتبط هستند. وی همچنین میگوید در سال گذشته 2826 باند مواد مخدر و 395 آشپزخانه که همان ظاهرا لابراتوار برای ساختن مواد مخدر باشه در تهران و کرج منهدم شد. از سوی دیگر مرکز آمار ایران در جمهوری اسلامی میگوید 52% جمعیت ایران کار نمی کنه و صدور حکم اعدام آقای ارژنگ داوودی مورد اعتراض بسیاری از سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است. همزمان مردم به نوشته رسانه‌های داخل ایران می‌پرسند چرا دادگاه مهدی هاشمی محرمانه است. آن سوتر مأموران دولت اسلامی زاغه های هاشیه نشینان سیستانی در اطراف تهران را ویران کرد و خبرهای بسیار دیگر. سلام به شما، جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. با شما عزیزم خواهم بود در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند در این برنامه سه‌شنبه شب ساعت 9:30 دقیقه بعد از ظهر شب به وقت تهران آقای حسن زرهی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه شهروند در تورنتو کانادا، نشریه پورتیراج شهروند. نیاز به معرفی بیشتری ندارند آقای زرهی جز اینکه گفته شود مقالات ایشون نه تنها در نشریات فارسی زبان بلکه در نشریات انگلیسی زبان در کانادا نیز منتشر شده. نقطه نظرهای آقای حسن زرهی درباره اوضاع جاری در ایران و همینطور در محافل سیاسی گوناگون سخنرانی های متعددی داشتند، چه ایرانی و چه کانادایی و همینطور در آمریکا. همراه ایشون نگاهی نیز خواهیم داشت به اوضاع جاری در منطقه، به ویژه در سوریه و عراق. داعش به کجا رسیده است؟ با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای زرهی عزیز سلام به شما. آقا درود بر شما، درود بر مردم ایران و درود بر همه اونها که ما را میبینن یا میشنون و در خدمتون هست. آقای زرهی گرامی، بدونید این مسئله بسیار بسیار خطرناک و دامنگیر بسیاری از خانواده‌های ایرانی، مسئله اعتیاد شروع کنید، مسئله مواد مخدر شروع کنید، مسئله‌ای که دامنگیر میلیون ها ایرانی هست به خصوص جوانان، موادی که مصرف میشه، مواد شیمیایی، مواد حتی طبیعیش باز خطرناک است. وزیر کشور
در جمهوری اسلامی آقای زرعی عزیز میاد توضیح میده، یک گزارش مفصل نسبتاً دقیق، طبعا آمار خیلی بیش از این هست که رسما اعلام میشه، و سرآخر مثل کارش مثل شما و بنده و بقیه روزنامه نگاران هست، گزارششون میده. انگار نه انگار که کسی مسئول، انگار نه انگار که ایشون یا دولت یا هر کی که هست باید طرحی، راهی، مسیری رو هم بگن که آقا یه همچی وضع مصیبت باری ما داریم و بعد حالا میخوایم چیکار کنیم، چه برنامه‌ای داریم. همیشه آمار همین هست، آمار میدن و انگار پیشرفتی حاصل شده. بله دو سال پیش زیر 4% بوده، الان بعد از دو سال ما رسیدیم به 22%، خدا رو شکر. مثلا باید همچی چیزی رو هم گفت. بفرمید تفسیر شما میشتیم چرا چنینه، چرا مسئولیتی نیست؟ خدمت رو عرض کنم که در جمهوری اسلامی به مجرد این که به وقایع اینجوری، حالا هم از بیکاری، اعتیاد، موردهای فراوانی هست در جامعه، مشکلاتی که در خانواده ها هست، مشکلاتی که در جوامع روشنفکری و سیاسی هست، همه اینا رو وقتی بهش برمیخوریم، مدام مسئولین جمهوری اسلامی یک از خود فرافکنی رو معیار قرار میدن و میگن که قبلی ها، مثلا دولت پیشین یا مسئولین پیشین، این مشکل بهشون مربوط میشه و شامل حال آدم هایی که در مسئولیت کنونی قرار دارن نیست. حقیقت امر اینه که اعتیاد شاید بیش از هر چیزی و مشکلات دیگه مثل فحشا، مثل بیکاری، همینا به هم مربوطن دیگه. در جامعه‌ای که جوانانش بیکارن، در جوامعی که جوانان نمیتونن به خواسته های طبیعی که انسان امروزی، جوان امروزی، جوان داره این ویژگی های دنیای کوچکی که ما درش هستیم، دنیایی که هر لحظه همه ما، همه حوادث رو به قول عربا به طرفت رو به اینی میتونیم ببینیم و میبینید در مملکتی زندگی میکنه، در شرایطی زندگی میکنه، در محدودیت های زندگی میکنه، هیچ کدوم از اینها را نه در اختیار داره و نه بخت رسیدن در چشماندازش هست. خب یکی از اتفاقاتی که برای اون جوان میفته اینه که به ابزاری برای التیام، حالا شده نادرست، حالا شده دروغین، حالا شده موقت، پناه ببره. و مواد مخدر یکی از این هاست. در جمهوری اسلامی هم میدونین حکومت به دلیل این که وحشت داره از واکنش های دیگری که ممکنه از جوان ها سر بزنه، به این امر تن داده و به نظرم با چشم‌پوشی از وقایع موحشی که در این ارتباط در جامعه ما رخ داده، اینها با در اختیار قرار دادن، ارزان بودن، در دسترس بودن و همین مصیبت ها جامعه رو به سوی گسترش این فاجعه سوق دادن متاسفانه. خب همین نکته همین الان شما قطعاً، چون آقای زرعی برای بینندگان من میگم، من میدونم که واقعاً روزی نزدیک به 14 ساعت کار مدام دارم و کار از کنم خدمتون تعقیب اخبار، نوشتن، در آوردن نشریه بسیار موفق شهروند است. البته بلافاصله از اونجایی که ما مسجد سلیمانی ها متأثر نیستیم، بگیم بار بزرگ کار ایشون، همسر گرامیشون هست نسرین خانم که همشهری ما هستن، باعث سرافرازی ما و مسجد سلیمانی های دیگه هستن. مسجد سلیمان پناهنده شدیم، شما رو ببذاریم. بله، امیدواریم روزی همه ایرانی ها خارج از کشور در دادگاه ها و شهر خودشون زندگی کنن. به هر حال از این بابت میدونم اخبار رو به دقت دنبال میکنید. منتها یک نکته رو من بگم، الان در یه شهروند تهرانی، اصلا مسائل سیاسی جناب زرعی عزیز بکنار، یه شهروند تهرانی صبح بلند میشه، مشکلاتی رو که داره، من بخشیشو میدونم، خود عزیزان در پایتخت یا شهرهای دیگه بیشتر میدونم، هوای آلوده داره. عرض کنم خدمتتون شیری که میخواد برداره بخوره مشکوکه، احتمالا روغن نخ هست که مسئول این داستان در دولت میاد توضیح میده که روغن پالم نخ همه جای دنیا چیز هست، روغن پالم استفاده میکنن،
شما در کانادا، اینجا در آمریکا و در اروپا پشت جایی که موادی که پالم اونم به نسبت مختلفی استفاده میکنن و کاملا زیر کنترل مینویسن. درست. اگر استفاده کنن، وگر نه زیر درصدش فقط برای ماشین و مصرف صنعتی داره. و به هر حال قرصش دواش آلوده است. درست. سبزی که میخواد بخره از آب آلوده ورامین اومده. آنتن‌ها، دکل‌های مخابرات، امواجی که دارن، برنجی که آمده ممکنه بخواد نهاری درست کنه آلوده است. سوال است. ده ها مشکلات روزمره روز دیگه هستش. درست؟ آیه زرهی عزیز، ببینید دولت به دولتی بوده 8 سال مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری همینایی که امروز میپرم این دولت. چرا این دولت به مسئولیت‌های خودش عمل نمی‌کنه و الان درگیر این شدن که هر چی که هست رو بندازن گردن دولت قبل؟ متأسفانه در جمهوری اسلامی نمی‌شه. به هر حال ایشون دولت مورد تایید رهبر جمهوری چه این قضیه چیه؟ مورد تایید تنها نه آقا، مورد تعریف. تعریف و تمجید. بارها ایشون گفتن هم از آقای احمدی نژاد به شخصه خیلی استقبال کردن و ایشون با در قیاس با بقیه، مخصوصا در قیاس با آقای رفسنجانی، گفتن به ایشون علاقه و توجه بیشتری دارن، به ایشون هم نظرتر و نزدیکتر هستن. همین حوادث هست و الان من فکر میکنم برای اینکه کسی در ایران جرأت نداره بگه که فجایع و وقایع جامعه‌ای که ما درش به سر میبریم از بیت رهبری سرچشمه میگیره، اینه که من فکر میکنم باید یک کسی دیگر رو پیدا کنن دیگه، یک کیسه بوکسی به قول معروف پیدا باید بشه که به اون این مشت اعتراضیشون رو بزنن. و الا در حقیقت هر اون چه در جامعه ما به ویژه در این 8 سال اتفاق افتاد مستقیما زیر نظر رهبری بود و اینو فاجعه است. واقعا فاجعه. در شیر حالا اخیرا دیدیم که ما مواد اسیدی هم بوده دیگه، مثل میگن وایتکس و چیزهای دیگه هم درش بوده و مردم این شیر رو سالها مصرف میکردن. واقعا فجایع اینجوری در هر جای دیگه جهان بود کل دولت استعفا میداد یا کل اون مسئولین اون مملکت، اگر در ژاپن بود که همه با هم خودکشی میکردن. یه برخی وزرای ژاپن باور کنیم یه اعتراضی بهشون میشه روز قبل خودکشی میکنن برای اینکه احساس مسئولیت میکنن، برای اینکه میدونن وظیفه‌ای به عهده‌شون گذاشته شده، برای اینکه میدونن این مردم از اونها یک توقعی دارن. در ایران با هیچ جای جهان قابل قیاس نیست. واقعا من هر چی نگاه میکنم در جهان با بدترین کشورهای جهان ایران قابل قیاس نیست. مسئولیت ناپذیری مسئولین مملکت و فرافکنی از این مدام میگن تقصیر رو قبلی بود. آخه قبلی هم نمیشه دیگه هیچ کار کرد و رفته و حالا شما اومدین آقا قبلی نمیدونید، شما که میدونین چه کار میخواین بکنید. این شیر رو الان مثلا دولت آقای روحانی میخواد چه اقدامی در موردش کنه، چه اقدامی کرده، یا شیرهایی که امروز داره پخش میشه داره چی ویژگیایی، این حرفایی که شما هم فرمودین به درستی بهش نه اشاره میکنن و نه احساس مسئولیت و نه توقع میره که این اشاره و احساس مسئولیت رو ما در مسئولین کنونی جمهوری اسلامی متاسفانه ببینیم. آقای زیره ببینید مثلا خب قبل داستان احمدی نژاد، تا احمدی نژاد سر کار بود، تا حتی روزهای آخر احمدی نژاد بودن که باز همچنان مشکلات و مسائل رو مینداختن به گردن نظام قبلی، پادشاه ایران، پادشاه فقید ایران، حتی آقای محسن رضایی نابغه جنگی و بعد نابغه اقتصادی جمهوری اسلامی روزی در آمد. همشهری شما؟ به هر حال محسن رضایی خودش ممکن داشته باشه. به هر حال شقیقه سنن به قول معروف سوا کردنی نیست آقای رضایی. بله محسن رضایی هم اهل مسجد سلیمان هستن. آقای اخوی ایشون سالها نماینده مسجد سلیمان در همین جمهوری مجلس شورای اسلامی بودن، یعنی نماینده هرچی طبعا با انتخاباتی که شما میدونید، اما برای مسجد سلیمان چه کردن یا برای ایران اون بحثی است که روزی امیدواریم بهش برسیم. آقا مسئولین جمهوری اسلامی به این دو امری که فرمودین هیچ توجهی ندارن و علاقه هم ندارن، نه به شهرشون نه به کشورشون. برای در ایران هست که کسی مثل محسن رضایی مسئولیت شکست در جنگ رو میپذیره به عنوان فرمانده پاسداران، بعد ارتقا درجه هم میگیره و بعد آقای منتظری هم در خاطراتشون که خوندین میگن اصلا جنگ رو به طور تلفنی آقای رفسنجانی اداره میکرد.
من نمیگم، شما نمیگید، آقای منتظری میگه. برمیگردیم به صحبت اولمون آقای زرعی عزیز. خب اون موقع مینداختن گردن پادشاه فقید ایران یا نظام قبلی و الان گردن آقای احمد نژاد. من تو یک نکته دیگه رو من میخوام بگم. ببینید ایران و تشکیلات خودگردان فلسطینی در زمان عرفات، جدا از درگیری های کس به اون فعلا ما نمیپردازیم، این دو دولت یا حکومتی بودن که نسبت به جمعیت کشورهاشون، قلمرو خودشون، بیشترین سازمان های اطلاعاتی رو داشتن. یعنی در دولت عرفات اون زمان که هنوز دو قسمت نشده بودن 11 سازمان اطلاعاتی امنیتی تشکیل داد یاسر عرفات که مجموعاً 47,000 نفر کارمند داشت و کارکنان این سازمان های اطلاعاتی. نسبت به جمعیت فلسطینی های در درون کرانه و غزه تقسیم کنید حدود 3 میلیون، ببینید چقدر. این یک. در ایران این تعداد به همین نسبت باز بالاترین در خاورمیانه. شما میبینید یک نفر اخیراً بازداشت میشه به خاطر یک کامنتی که زیر یک موضوع یکی از این خبرگزاری ها گذاشت. با افتخار هم این خبر منعکس میشه که رفتن و در شهریار بود، مثل این که گرفت. حرف من این هست، پرسش من این هست آقای زرعی عزیز، اگر به جای این نیروها، به جای این همه دقت، به جای این همه گشت و ماموران گمنام و آشکار امام زمان که اسم میبرن، اینها رو صرف همین کارهایی که میبینیم مشکل زا هست برای مردم نمیشه کرد واقعا؟ یعنی نمیشه آقا. عرض من اینه که نمیشه، برای اینکه اگر بشه دیگه اون حکومت نمیتونه اون شیوه استبدادی و دیکتاتور منشانه خودشو پیش ببره. شما فکر کنین ایران امروز و بیشتر این مراجع تقلیدی که جزء، من متاسفم این حرفو بزنم ولی واقعیتی است، جزء مرتجع ترین مراجع تقلید تشیع هستن میچرخونن. یک اصلا مثل آقای مکارم شیرازی که میگه اینترنت با سرعت زیاد جزء محرماته، یعنی حرامه، نمیشه ازش استفاده کرد، و فتواهای اینجوری. خب شما فکر کنید در مملکت اینجوری اینا به تنها چیزی که احتیاج دارن، آقای عرفات هم احتیاج داشت، برای اینکه شما یادتون باشه که شیوه های استبدادی و دیکتاتور منشانه تنها دغدغه خاطرش کنترله. یعنی شما اگر کل جامعه رو کنترل، شما در هیچ جای جهان تا به امروز سراغ ندارین که کسی به دلیل فعالیت در فیسبوک یه چیزی نزدیک به 20 سال زندانی گرفته باشه. یعنی اصلا فعالیت های شبکه های اجتماعی عمومی که در کشورهای جهان اصلا تبدیل شده به یک سرگرمی ملی برای مردم و هر اونجا که دلشون میخواد و در هیچ جای دیگه نمیتونن محتملن بگن در اونجا هم میگن و هیچ که هیچ مزاحمتی براشون ایجاد نمیکنه، در ایران تبدیل شده به یکی از موزلات اجتماعی. واقعا باور نکرد. آخه شما 3 نفر آدم نزدیک به 30 سال حبس محکوم شدن به دلیل اینکه در فیسبوک یه چیزی نوشتن. این نشانگر اینه که دیکتاتوری برای اینکه بتونه خودشو در وضعیتی که مورد تایید جامعه نیست، مورد تایید اکثریت مردم نیست. مدام حرف همه ما این بوده که اگر جمهوری اسلامی به خودش اطمینان داره یک مراجعه با آرای عمومی بذاره. اگر این اتفاق نیفته، یعنی اگر حکومت نیاد خودشو در معرض رأی مردم بذاره، نهایتاً اون کاری رو میکنه که شما فرمودین، یعنی مردم رو کنترل کنه، یعنی برای مردم مراقب بذاره، یعنی بودجه مملکت رو صرف این کنه که مردم چه میکنن یا نمیکنن، مراقب این باشه که مردم هر حرفی یا کاری رو که میزنن به سودش باشه و به زیانش نباشه. اینه که خب متاسفانه در ایران این شیوه فاجعه‌آمیز رو به ویژه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران سالهاست، از من به گمان من از دوره آقای فلاحیان، از قتل‌های زنجیره‌ای، از مراقبت‌های
فاجعه آمیزی که در جامعه ما حالا اسناد و مدار که تاریخیش هم هست رخ داد تا به امروز به همین شیوه متاسفانه ادامه داشته و صدمات خودش رو زده. یه سوال دارم در زمان من و شما، در زمان بذاریم نوجوانی، چون شما ماشاءالله همچنان جوان هستید آقای زرعی هست. ممنونم جوان کردیم. شما کودکی رو مثلا اصلا بچه‌ای رو آدم میدید دبستانی دبیرستانی که معتاد باشه مثلا به هروئین یا مثلا از این چیزایی که میگن که نبود شیشه و از این حرفا؟ بله اینا از تولیدات ملی کودک دبستانی کسی رو آدم میدید که معتاده؟ زنین کل اخیراً آقا این شیوه مبدل شده به یک شیمه خانوادگی. شما عکساش هستی که ما میبینیم کل خانواده معتاده، بچه های کوچک معتادن، مادر معتاده، پدر معتاده و مسکن ندارن، هیچی ندارن به جز مواد مخدر متاسفانه. و این فاجعه ایه که نمیدونم و اینا قرار بود که بیان بهشت بسازن دیگه. اینم نمونه. بله خب مسئولان جمهوری اسلامی بارها هم اشاره کردن که ما باید الگوی جهان قرار بگیریم و از ما تقلید کنن. به هر حال این هم نکتهش. اما ببینید در همین خوزستان تازگی ها انگشت دست یک کسی رو که گفتن سارق هست. بله متاسفانه عکساش هم منتشر کردن حقیقت. یعنی همون کارهایی که داعش داره میکنه در ایران حکم قانون داره. یعنی شما سنگسار حکم قانونی است دیگه، نیست؟ درست. یعنی فرق داعش با حکومت ایران از این بابت این هستش که اینا جلو، چون اعتقادم دارن آقایون داعشی جلو دوربین نشون میدن و میگن این حکم اسلامه، ما هم داریم اجرا. اینا چون به هر حال هر چه که هست ریاکاری است، در خفا انجام میدن، اجازه فیلم برداری هم نمیدن. وگرنه خب شما اگه معتقدید که حکم خداست و شما باید اجرا بکنید چه باکی ده، باید تبلیغ هم بکنید. سنگسار رو اگه 4 بار نشون داده بودن 2 بار اجازه فیلم برداری میدادن، من فکر نمیکنم واکنش دنیا کمتر از داعش بود. یا قطع دست در آوردن چشم با همکاری گروه پزشک و همه اینها و همه این صحبت رو. اما میبینیم در این نظام مجموعاً عدالت هم خودی و غیر خودی داره. درسته. یه کسی بنده خدایی که از سر ناچاری لقمه نانی دزدیده 4 انگشتش قطع میشه، اما آخرین خبر اینه 22 میلیارد دیگه هم کشف کردن که یک بابایی برداشته یا یک باند دیگه. و بعد دادگاه آقای مهدی هاشمی، آقای مهدی هاشمی اگر متهم هست که از بیت المال حیف و میل کرده، اگر اتهام اینه، اولین کسی که حقش هست بدونه صاحب بیت الماله. نیستم که مردم هست حق دارن بیان بشینن در دادگاه، درهای دادگاه باز باشه، برن اون تو ببینن چه خبره، چی میشه چی نمیشه. چرا محرمانه آقای زرعی؟ متاسفانه در جمهوری اسلامی همونطور که به درستی اشاره کردین خودی و غیر خودی دیگه. اگه قرار به تعقیب بود، شما میدونید که در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر نفتی، من نمیگم، حجت الاسلام محمدی اشرفی اصفهانی گفته، گم شده. یعنی به قول شما یک کسی رو به خاطر یک دزدی کوچک نانی یا هرچه انگشت میزنن و یک کسی رو به دلیل 800 میلیارد دلار ازش سراغ نمیگیرن یا بفرمایید شما دادگاه کسانی رو مثل دادگاه آقای هاشمی رو علنی نمیکنن. این همش نشون میده که خب مجازات ها در جمهوری اسلامی بستگی داره به اینکه دزدان 700 میلیارد دلاری رو هم که الان در زندان هستن، یکی 2 نفر رو که اتفاقا حالا در ایران خیلی شایع است که آدمایی رو که بیگناه‌تر بودن اعدام کردن که گناهکاران واقعی رو بتونن از تعقیب در امان نگه دارن. این به یک اصل در جمهوری اسلامی متاسفانه تبدیل شده و همیشه مردم بیچاره از صدمات و ضربات و فجایع جمهوری
اسلامی رو متحمل شدن و دزدان بزرگ در امان میدن. من میگم این 800 میلیارد دلار رو یک کسی باید تعقیب کنه دیگه. خودشون دارن میگن ایشون در این 8 ساله 800 میلیارد دلار پول نفت و غیر نفتش رو گم کرده. خیلی خوب پیداش کنن، این قابل تعقیب کم کم دارن پیدا میکنن. یعنی الان خبر اومده که 22 میلیاردش یک کسی دیگه پرده برداری شده، افشا شد یا هر چی که بود. درست. اما اینا معلوم نیست چه میشه، اینا معلوم نیست کجاست. اون پولایی که آقای زنجانی بود یا آنچه که منتسب هست به همین آقای خاوری که خاوری بله نزدیکای شماست، مثل مونترال البته، ولی مثل که رفتی به یک جزیره امنی شنیدم و بقیه این پولا یا پولایی که گفته میشه همین آقای رفسنجانی و باند ایشون منتقل کرده و بعد همچنان آقای مهدی هاشمی و و و و بقیه گفته میشه، وحید علاقه‌مند و بقیه و بسیاری دیگه. خب آقای معافری و خسروی رو میگیرن خیلی سریع اعدام میکنن. حالا اشاره منم به همون بود، میگفتم که شاید بیگناهترینشون در وجه اون بوده، ولی چون میخواست یه چیزی رو افشا کنه اعدامش کردن دیگه. جمهوری اسلامی یکی از روش‌هاش همینه که بتونه کسانی رو که ممکنه مزاحم بشن در پرونده از سر راه برداره. بله خب ببینید همین چیز اینا چیزای آشکاری است و بینندگان قطعاً بهتر از بنده می‌بینن که این داستان رو. یعنی شما از یه طرف به حیف و میل‌های 22 میلیارد دلاری، آنچه که باند رفسنجانی زیر نگین داره و آنچه که خود آقای خامنه‌ای 95 میلیارد یورو زیر نگین، یک قلم از عرض کنم خدمتتون درآمدهایی است که زیر نگین رهبر جمهوری اسلامی است. درست. اون بنیاد عریض و طویل مستضعفین که اول انقلاب را افتاد و چه سرمایه‌های هنگفتی و بعد رفیق دوست ها و بقیه ای که چه حیف و میل هایی کردن، بنیاد مستضعفی با همچنان ادامه داره البته. و شما بله و شما میبینید مستضعف تر از مردمانی که شهر و دیار خودشونو ول میکنن میان به امید لقمه نانی در تهران، مردم سیستان و بلوچستان، زابلی ها میان، زن و بچه و مرد و پیر مرد و همه اینا یه کاری میکنن، از شیشه های ماشین بشونن تا یه چیزی در خیابون بچه ها بفروشن و بعد با هزار بدبختی یه زاغی و بعد شما میبینین میرن و خراب میکنن. و که این عدالتی که ازش اسم برده شده از قبل از انقلاب تا به امروز، این کجاست؟ این عدالتی که با استفاده از نامش بنیاد مستضعفین ساخته شد و این 22 میلیارد دلارها و بقیه و درون اون آمد و کودک زابلی الان که من با شما صحبت میکنم در این وقت شب تهران، من نمیدونم چه سرنوشتی داره اون کودک و اون خانواده زابلی که عکساشو من دیدم که همون چهار تا چپری که درست کرده بود زدن ویران کردن همون جا، هم در حاشیه شهر مشهد یادتون باشه آیت الله مکارم شیرازی اگر اشتباه نکنم یکی از این آیت الله فتوا داده بود که مردم مشهد وظیفه دارن اینا رو بیرون کنن. یعنی میخوام بگم این تنها این نیست که مامورای مثلا فلان شهرداری این کارو میکنن، خود آیات اعظام یا بزرگان قوم حکومت هم مدام به همین امر میپردازن و با افتخار این مردم به حاشیه شهرهای بزرگ رانده شده رو مورد فشار، اذیت، آزار و تخریب آلونک هایی که ساختن قرار بیدن و این متاسفانه فاجعه‌ای که در جامعه ما هر روز داره اتفاق میفته. خب ریشش کجاست؟ ریشش در دیکتاتوریه، ریشش در استبداده، ریشش در فاجعه یک حکومت از منظر یک حکومت کاملا نه دینی، مذهبی به همه وقایع و به انسان به طور کلی نگاه میکنه. یعنی یه حکومتی که فکر میکنه شما اگر مسلمان شیعه مورد تایید و در خدمت اونچه که حکومت میخواد نباشین، بهتره که نباشین. برای همین هم هست که
این آیات اعظام وقتی میبینن، مثلا فکر کنین اهالی سیستان و بلوچستان یا ساکنان زابل، واقعا سیستان و بلوچستان اصلا به فاجعه تبدیل شده در میهن ما. یکی از فقیرترین، یکی از محرومترین مدارس اونجا رو شما ببینین، کفرهاییه که بچه ها حاضر نیستن برن توش بشینن، بچه و معلم در بیرون کپر میشینن و درس میخونن. اینه که به نظرم خب این فجایع فجایعی نیست که بشه به آسونی از کنارش گذشت و حاصل حکومتی است که میخواد به هر قیمتی این استبداد و دیکتاتوری رو بر جامعه همچنان حکم فرما نگه داره. با آقای حسن زرعی هستیم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. پی خواهیم گرفت مهمترین خبرهای روز رو تا لحظاتی دیگه. با من و شما هستند در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا آقای حسن زرهی، روزنامه نگار و سردبیر نشریه پرتیراژ شهروند در تورنتو، کانادا. جناب زرهی عزیز، صحبت دیکتاتوری شد. دیکتاتوری در هیچ شکلش قابل دفاع نیست به هر حال، اما در بسیاری از دیکتاتوری ها، دیکتاتوری صدام حسین در عراق، دیکتاتوری های پایین خلیج فارس، اون سوی خلیج فارس، در آمریکای لاتین، در شوروی و اقمارش در زمان کمونیسم، با همه مصیبت ها و مشکلاتی که برای مردم داشتن، اما به این طرز گسترده زاغ نشین و حاشیه نشین شهرهای بزرگ نبود و دو، به این طرز مستمر و پیگیر حیف و میل های میلیارد دلاری نبود. چه تفاوتی هست بین آنچه که دیکتاتوری در ایران اون نمیشه یا دیکتاتوری دینی و بقیه دیکتاتوری ها؟ خب شاید از میگفتن از بختیاری، یکی از نابختیاری ماست که ما یک نوع ویژه و استثنایی از دیکتاتوری متاسفانه نصیبمون شد، و اون اینی که دیکتاتوری های دیگه شاید دو توقع رو با هم پیش می بردن، چیزی که در جمهوری اسلامی به شکلهای دیگه ای اتفاق افتاد. یکی این که بتونن به حکومتشون ادامه بدن، و دیگر این که در امر اقتصاد و سیاست و هر شیوه مملکت داری دیگه درصدی از درک و دانش و فهم این اصل و امر رو داشتن. در ایران متاسفانه نه تنها این درک و دانش و اطلاع و احترام به اموری مثل اقتصاد و سیاست و بقیه اینها به شیوهی که در جهان جاری بود نبود، بلکه یک ترسی هم از اون چه که شیوه جهانی مراعات زندگی سیاسی یا اقتصادی جوامع هست رو برچیدن و میخواستن چیزی دیگه جاش بذارن، میخواستن این صورت دینی جاش بذارن. یک اون چیزی که ما امروز از داعش میبینیم، جرقه‌های اولیه شما هم اشاره فرمودین در یک بخشی از همین بحث، در ایران زده شد. در ایران بود که ما با سنگسار روبرو شدیم، در ایران بود که ما با تحمیل نوع پوشش روبرو شدیم، در ایران بود که ما با تحمیل نوع نوشیدنی و ننوشیدنی در جامعه روبرو شدیم، در ایران بود که ما برای نخستین بار دیدیم که برخی چیزها را مردم نمیتونستن نه بخرن و نه بفروشن، و اون ابتدا که اصلا فاجعه‌آمیز بود. مثلا شما فکر میکنین، حتما همه ما به خاطر اون هست که اگه شما دستگاهی ویدیو داشتید درباره انقلاب، میتونستین زندان و اعدام و هر مصیبت دیگری تحمل کنین. بعدا دیدن که اینا اینقدر چیزهای عمومی و همگانی شده که هی کوتاه اومدن نسبت بهش تا حدودی. خب اینها، این نادانی ها، این بی‌اطلاعی ها، این توقعات برگردوندن جامعه به شرایط نزدیک به 14 قرن پیش و اصرار بر مراعات شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک مملکت به اون شیوه،
باعث شد که ما به یک مصیبت بزرگ گرفتار بشیم. در این حال شما یادتون باشه وقتی که شما موفق نمیشین در این راه اعلی، باید یک سیستم هایی رو جایگزین کنین که حالا به مردمی که معترض هستن به اقتصاد ناموفق شما، به مردمی که معترض هستن به بی سیاستی ها یا بد سیاست کاری های شما، به مردمی که معترض هستن به بختی که داشتن از حقوق شهروندیشون و حالا محروم شدن ازش، باید یک جور حکومت کنین، باید یک جوری فشار بیارین، باید یک جوری در محضوریت و محدودیت قرارشون بدین که بتونین به کارتون ادامه بدین. این مصیبت ها بود که در جامعه ایران اتفاق افتاد. وزارت اطلاعات به وجود اومد، سپاه، تمام ارکان های اجتماعی زندگی فردی و حقوق شهروندی رو در اختیار گرفت و متاسفانه چیزی رو که امروز شاهدیم هستیم. ما دیکتاتوری استثنایی هستیم، ما دیکتاتوری هستیم که نزدیک به 14 قرن عقب‌تر از زمان خودمون هستیم و این عملی نیست. اینها به داعش اعتراض میکنه. من تعجب میکنم، من در مقاله نوشتم و توضیح دادم که جمهوری اسلامی نمیتونه به داعش اعتراض کنه. جمهوری اسلامی خودش بنیانگذاره. کارهایی که داعش اکنون میکنه و به فرمایش شما خب علنیه و جهانیان میبینن و بهشون معترضن و اینا خیلی مخفی و در شرایطی که خودشون میدیدن و شما اعدام های در ایران رو ازش فیلم نداریم متاسفانه. اینا در ایران چیکار کردن؟ اینا در ایران هزاران هزار بهترین جوان های ایران رو اعدام کردن، ما ازش فیلم و عکس نداریم. ولی کاری رو که داعش امروز میکنه، جمهوری اسلامی در سال 63 کرد، در سال 67 کرد و همچنان هم در برخی از جاهای ایران میکنه. اینکه به نظرم میاد که این فاجعه ای بود که بر جامعه ما اتفاق افتاد و امیدواریم ما مردم بتونیم از این فاجعه راهش. خب البته من یه توضیح حسن عزیز برای بینندگان بدم، این که شما به سمت چپتون نگاه میکنید این سوء تفاهم پیش میاد برای بینندگان، احتمالاً که من در گوشه از دفتر شما هستم و اونجا ایستادم. نه، توضیح من بدم که آقای زرهی در تورنتو هست، من اینجا روبرو در واشنگتن با آقای حسن زرهی عزیز هستم. ما از بس آرزو داریم شما تشریف بیارین اینجا، داریم این توطئه رو میکنیم. نمیدونم چرا من به چپ نگاه میکنم، شاید به جوانی هم دارم برمیگرد. اون چی که شما اشاره میکنید و در سالهای اخیر هم اصلا به طور علنی و آشکار مطرح بوده در جامعه ایرانی، به خصوص در وقت انتخابات که همیشه انتخاب بین بد و بدتر هست. درست. حالا این چی هست؟ این چرا چون این هست؟ بماند و آیا این دایره بسته هست که اگر هست این دایره راه بازگشاییش چطوره؟ چون در این دایره برای تجربه ثابت کرده که مسائل حل نشده بهش افسوده شده. وزیر آموزش پرورش دوره جدید یا وزیر مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر میاد میگه آقا اعتیاد در دانش آموزان 1% بوده، الان شده به 2%. مسئله مسکن گرونتر شده، مسئله خورد و خوراک مردم گرونتر شده، مسئله هوا آلوده تر شده و همه مسائلی که بینندگان ما خودشون روزمره باش در گریبان هستن. بنابراین خیلی ساده میشه نتیجه گرفت که از این انتخاب بین بد و بدتر که اساسا یعنی چی بماند، این دایره بسته آیا میتونه سرانجام حل کننده مشکلات مردم باشه؟ آقای زری، به نظرم دوران حکومت‌هایی که با ایدئولوژی و اعتقاد میخوان بر جوامع حکم فرمایی کنن به پایان رسید. یعنی شما اشاره فرمودین به چین. شما الان اگه برین چین میبینین که با یک جامعه سرمایه‌داری روبرو هستید. من چین رفته بودم در دوره نخست وزیری آقای مارتین، ما رفتیم چین و در هتلی که ما بودیم یک روز یکی از اعضای اون هیئت اومد ما گفت که شما این بوتیک‌های پایین رو دیدین؟ و گفتیم نه، حالا چی شده؟ گفت که شما گرونترین کراواتی که در مثلا کانادا خریدین چقدر بوده؟ بچه‌ها قیمت‌های مختلفی گفتن، میگفت خیلی یکی گرون. گفت ما کراوات 100 دلاری مثلا دیدی بودیم. میگه این کراوات های پایین بوتیکه هتل ما از 250 دلار شروع میشه. یعنی محصول خود چین در خود چین یا این در خود چین؟ عرض من همین در هتلی که ما زندگی میکردیم. خب شما با یک جامعه سرمایه‌داری مسلم روبروی نه. یا یک مثال دیگه از همون مورد چین که شما اشاره فرمودین بزنم، در یک تالار بزرگی هست اونجا بهش میگن تالار خلق، قبلا تالار مردم،
روبرون میدون ماوتو ستونگ و این هزار تا آدم رو در یک مهمانی شام میتونه جا بده. این گروه همراه آقای مارتین که سرمایه‌دارای چینی کانادایی بودن، اینا تصمیم گرفتن اونجا یک مهمانی شام بذارن و تصمیم گرفته بودن که هر به قول اینا شامی رو یا هر دیشی رو به قول خارجی‌ها $1,000 بفروشن. در عرض 10 دقیقه اون شب سولد آوت شده بود و $1,000,000 همراهان آقای مارتین برای اون سفر نخست وزیر کانادا. میخوام بگم که در کانادا ما بالاترین به اصطلاح مورد شامی که به فروش رفته بود برای مثلا فکر کنین مهمانی جان کریتیان، من یادمه در طول این نزدیک به 30 سال یه چیز نزدیک به $500 با اونجا $1,000 در عرض چند دقیقه سولد آوت شده بود یا پیش فروش شده بود. اون جوامع به این نتیجه رسیدن که شیوه های دست کم اقتصادی و سیاسی ایدئولوژیک دیگه کاربرد در دنیای امروز نداره، راه حلی براش پیدا کردن. شما در چین اصلا ماها به لحاظ بخت های الکترونیکی در شهر مثلا وجود داشت، در تابلوها وجود داشت. اینه که به نظرم اون جاهای دیگه دنیا یا کشورهای دیگه دنیا که به صورت حکومت های ایدئولوژیک و دیکتاتوری حالا ایدئولوژیکی یا هر چه اسمش رو بخواد بذاریم وجود داشتن دیگه ندارن. چین نیست. حتی من میتونم خدمت شما عرض کنم که کوبا دیگه کوبای اون زمان نیست. خب یعنی راه حل مسائل رو شما این میدونید که از این وضعیت ایدئولوژیک که حکومت ها دارن بیرون بیان. باید بیان، اصلا چاره دیگه ای نیست. یعنی شما اگر بتونین تفکیک قائل شین بین ادعاهایی که میکنه، حالا میدونین در چین اون ادعاها هم واقعا به میزان زیادی اصلا خدشه برداشته و دیگه اونایی که مدعی شیوهای سوسیالیستی یا کمونیستی هستن چینو یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی دیگه نمیدونن، برای اینکه به همه لحاظ، به لحاظ نظامی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سرمایه بزرگترین سرمایه دنیاست. مثلا شما میدونید همین کشور امریکا که شما درش شرکت هستید بزرگترین طلبکارش چینه و هم و همینطور کشورهای بزرگ دیگه در دنیا. منظورم اینه که همین دنیا به خلاف اون چیزی که ما درش افتادیم رسیدن، یعنی از حکومت‌های دیکتاتوری و ایدئولوژیک و از دیکتاتوری‌های به اصطلاح حزبی و حالا در مورد ما که اصلا سناست، ما به جای حزب دیکتاتوری دینی داریم و دیکتاتوری دینی هم نداریم و بدترش دیکتاتوری مذهبی داریم. یعنی دیکتاتوری دینی داشتیم، دیکتاتوری اسلام داشتیم، یعنی باید مسلمان‌های مثلا سنی و شیعه از یک نسبتی از حقوق نزدیک و مساوی برخوردار بودن. منظورم اینه که ما تعریف اون دیکتاتوری که اشاره کردین شامل حالمون نیست. ما در یک وضعیت ویژه دیکتاتوری مذهبی، عرض کردم دینی هم نیستیم دیگه، برای اینکه شما اگه در دیکتاتوری دینی بودین و قرار بود که دین اسلام اونجا حاکم باشه، در سال نخست انقلاب نزدیک به 30,000 معلم سنی رو اخراج نمی کردیم. اینه که متاسفانه حالا فجایع دیگه هم بوده، من این یک مورد رو عرض کردم. من اخیراً بعد از داعش مقاله نوشتم و توضیح دادم که چقدر مؤثر بوده اقداماتی که حکومت ایران کرد در تحریک مسلمانان غیر شیعی جهان برای اینکه به تشکل‌های دست بزنن و راه حل هایی پیدا کنن و بترسن از به اصطلاح نفوذ جمهوری شیعه اسلامی در منطقه و جهان. خب آقای زرعی، ببین نکته این هستش، همین الان در منطقه به قول معروف برداشت ها مختلفی از اسلام در جریان هست. هر کدوم هم اسلحه به دست، قاضیان شهر در کنار، تنابدار افراشته، شمشیر اسلامی خود رو برکشیده با روایت خودش، حالا از طالبان بگیرید در افغانستان، از حزب الله لبنان، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین که حماس باشه، جهاد اسلامی، جماعت اسلامی مصر بگیرید،
و همینطور بیایید تا جبهتون نصر و بقیه القاعده داعش حوثی ها در یمن بگیرید، عرض کنم به جندالله سیستان و بلوچستان بگیرید و بقیه جاها، همه اینا هستن با قرائت ها برداشت های مختلف اسلام. یک نظریه وجود داره که آنچه که در جهان امروز به عنوان گروه های اسلامی شاخه های مختلفی به وجود اومده، این اعتماد به نفسی که پیدا شده با انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد در مراحل نخست، یعنی جوانان، مردم، مسلمانان، افراد به هر حال معتقد افراطی یا غیر افراطی دیدن که آقا با حربه اسلام میشه به قدرت سیاسی رسید و جلو آمریکا و اسرائیل و شوروی رو از پای در آورد و این صحبت ها. درسته. حالا اسلام واقعی چیست، اسلام غیر واقعی کدام است، بحث ما نیست، امیدواریم روزی بپردازیم به این مسئله. و میبینیم تمام علمای علام شیعه از ریز و درشت و سنی صدای متعد بلند و واضح و قاطعی شنیده نمیشه ازشون که مشخصا این کار محکوم بکنند. خدمت رو عرض کنم که بیتردید یکی از مهمتریناش جمهوری اسلامیه، یعنی از وقتی که جمهوری اسلامی در جهان متولد شد این مصیبت هم باش شاهدش بودیم، ولی خب پیش از اونم بود، اگر خاطر مبارکتون باشه قضایای افغانستان و این که غرب فکر میکرد یه راه حلی باید پیدا کنه که شوروی رو از اونجا بیرون کنه خیلی کمک کرد به مسلمانان سنی و بعدها انجامید به حکومت طالبان. خب من فکر میکنم در اون منطقه یک دعوای شاید خارج از باورهای یا ادعای باورهای دینی هم شاهدش باشیم و اون اینی که میان ایران و به ویژه عربستان سعودی همیشه این رقابت یا این توقع از این که چه کسی دست کم در منطقه پرنفوذتر باشه یا چه کسی برای کشورهای بزرگ خارج از منطقه قابل اعتمادتر باشه یا چه کشوری بوده، هم اکنونم این ماجرای داعش و اینا که فکر میکنم الان خود عربستان هم خیلی ازش ترسیده، کمک شد هم از طرف امارات، هم از طرف قطر، هم از طرف کویت و هم فکر کنم تا بخشی عربستان سعودی. حالا شما فکر کنین که همه اینا رو که با هم جمع میکنین، چیزی رو که برخی ها فکر میکردن خوب است به وجود بیاید، الان به یک مصیبت عمومی برای کل جهان اسلام و به ویژه برای فکر کنم عراق، ایران و عربستان تبدیل شد. در عربستان شما شاهد حوادث موهشی خواهید بود از مسلمانانی که مدعیان اونجا اون حکومت مورد نظر یا تاییدشون نیست. خب این فجایعیه که اگر به راه حل درستی نرسه به نظرم به یک مصیبت عمومی برای همه مردم اون منطقه و به ویژه برای کشور ما تبدیل خواهد شد. آقای حسن زرهی عزیز، با سپاس بسیار از شما که در تورنتو که میدونم روز بسیار پرمشغله ای رو هم داشتید و همچنان شب پرمشغله ای رو برای کارهای نشریه و وبسایت شهروند که ما میبینیم روی صفحه با ما و بینندگان ما بودیم، سپاسگزارم. منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که باز بتونیم در خدمتتون باشیم. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. خبرهای دیگه هم داشته و داریم، از جمله اینکه آقای قالیباف، محمد باقر قالیباف شهردار تهران،
آمده و اون چرا که درباره تفکیک جنسیتی گفته گفته نه خیر، اساسا من مخالف هستم. فراموش نمی کنیم که آقای قالیباف گفته بود این که زنان و مردان در کنار هم باشن در شهرداری ها یا جای دیگه، خب غیرت دینی ما کجا رفته؟ اما امروز روز آمده گفته خیر چنین نیست، ما اصلا مخالفتی نداریم و زنان و مردان در کنار هم باشن و با تفکیک جنسیتی اساسا مخالف هستیم. یک خبر دیگه ای که قطعا در برنامه‌های آینده بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد و قطعا در بخش خبری ایران فردا هم شنیدید و اشاراتی بوده، هستن 40 میلیون ایرانی در اقتصاد کشور مشارکت ندارن. مرکز آمار ایران داده 52% جمعیت ایران عملا بیکار هستند، کاری ندارن انجام بدن. اما این پرسش در برابر دولت آقای حسن روحانی هست که چه برنامه‌ای برای راه اندازی زمینه‌های کار دارن برای 52% جمعیت فعال کشور. خبر حکم اعدام آقای ارژنگ داوودی که از نمونه‌های قضاوت حکومت ایران هست، دستگاه قضایی حکومت ایران هست که زندانی که محکوم از دوران زندان خودش میگذرونه بعد از سالیان سال دوباره تجدید محاکمه میکنه و حکم اعدام صادر میکنه از حکومتی که زندانیانی که دوره محکومیت خودشون رو میگذروندن و اونها رو به گلوله بستن. خب بعید میکنین از صدور چنین احکامی. یادمون هست در دهه 60 چه بر سر چند هزار زندانی آوردن که دوران محکومیت خودشون رو میگذروندن و اعدام کردن. یکی از کسانی که در این اعدام ها نقش مؤثر داشت آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری حکومت دولت کنونی ولایت بود، ولایت فقیه. و اما من ایمیلی دریافت کردم که آقای مهرداد رضوی لطف کردن برای من ایمیلی فرستادن و البته خب اهانت هایی کردن و چقدر نادان هستید، این محتمانه ترین حرفی هست که ایشون زدن به من و یکی از مهمانان برنامه خانم اختر قاسمی که در اونجا اشاره شد به وضعیت، یا مهمان برنامه اشاره کرده بودن به اینکه حقوق زنان در جمهوری اسلامی و عرض کنم خدمت شما انتقادی که داشتن و ایشون خب صحبتایی کردن که خیر چنین نیست. بحث در اونجا البته بحث اسلام، پرداختن به دین اسلام نبود. امیدوارم روزی با کارشناسان مربوطه در این زمینه‌ها صحبت بکنیم و گفته بودن که نمونه‌ها آوردن که خیر قبل از اسلام اعراب همه دخترانشون رو زنده به گور می‌کردن، اگر ارث زن نصف است در عوض هزینه اداره زندگی برگردن زنان نیست و بر گرده مردان است. خب این سوال هست، این برداشت یا حرف ایشون هست. خب چرا چون این هست؟ خب ممکنه چرا نباید بر گرده زنان باشه یا بر گرده هر دو، چه اشکالی داره؟ و خب برای اطلاع ایشون من بگم اگر در اعراب پیش از اسلام بودن کسانی که دختران خودشون زنده به گور میکردن، اما عمومیت نداشت. از قضا همسر نخست پیامبر اسلام خب تاریخ روشنی است که تجارت میکردن، بنابراین این زنده به گور نشده بودن خوشبختانه و کسان دیگری و حتی بودن در همون زمانهایی که بانوانی که حتی ادعای پیامبری هم کردن در کتابهای مختلفه، در جمله در کتاب آقای زرینکو هم میتونید مراجعه کنید. به هر حال ممنون هستم از شما مهرداد رضوی گرامی، هرچند بسیار فحاشی های هم متاسفانه هستن نامشون، ولی سپاسگزار هستیم همینقدر توجه کردن برنامه رو و نکاتی رو مطرح ساختند. امیدواریم روزی مایل باشید با مهمانان ما در برنامه شرکت کنید، بشینید نظراتتون رو بگید، نظرات دیگران رو بشنوید و به هر حال از این طریق به حقیقت‌های بشه دست یافت. بینندگان ما دست کم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای شما عزیزان آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم. برای کودکان و خانواده های سیستانی و زاولی که در اطراف تهران به دستور همین شهرداری
آقای قالیباف و مأمورانش همون کپرشون بر سرشون ویران شد، امیدوارم سرپناهی پیدا کنن. یادمون نره که در پی انقلاب، انقلابیون از جمله آقای نیکپی شهردار تهران رو با بستن همین اتهاماتی اینچنین اعدام کردن، پس از محاکمه کمتر از نیم ساعت. شهردار تهران بود، در زمان ایشون هم اتفاقاتی افتاده بود، نه به این وسعت ولی به همین خاطر اعدام شد. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران تفتان، زاگرس، آسماری، دلهو، دراک، ولوند کوه و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. موسیقی